سلام همه شما دوستای عزیز، من الان هستم و با یک ویدیو خیلی جالب و دوست داشتنی اومدم خدمت شما. ویدئویی نیست بجز ویدئوی ویش استریم سرور دیسکورد ما. خب توی این ویش استریم به چه صورته؟ اینه که هر دفعه که بنر میاد ما میایم توی دیسکورد دور هم جمع میشیم. حالا خیلیتون در جریان نبودین، حالا بعضیاتون هم بودین و میومدین و خلاصه که اونجا کلی اوقات فانی رو دور هم میگذرونیم. تا ادامه ویدیو توضیحات بیشتر رو بهتون میدم. خب داخل ویش استریم کلا برنامه به چه صورته؟ اینجوریه که آقا هر موقعی که بنر میاد ما یک ساعتی رو مشخص میکنیم و همه جا اعلامش میکنیم، توی تلگرام، توی اینستاگرام، توی دیسکورد، توی حالا یوتیوب هم از این به بعد میذاریمشون که میایم اونجا اون تایمی که مشخص کردیم هممون اونجا جمع میشیم توی قسمت استریم، که حالا بعداً آموزش کامل سرور دیسکوردمون رو براتون میذارم که بتونید راحت‌تر و بهتر از سرور استفاده بکنید. بعدش میایم اونجا جمع میشیم دوره هم، اول از همه حالا یه نفر که از بچه‌های خودمون میاد اونجا کل بنر رو توضیح میده که هر کدوم از کاراکترها چی کار میکنن و به چه صورت کانساشون، تلنتاشون و کیتشون یک مقدار توضیح خلاصه ریزی میدن که یکم دستتون بیاد که آقا این کاراکتری که قرار بگیرین قرار چی کارهایی براتون بکنه و چه چیزی رو به تیمتون ارائه کنه. بعد از اونم دیگه میریم و حالا سوالات بچه‌هایی که هر کسی سوال داشت رو جواب میدیم همونجا به صورت زنده و بعدش میریم و شروع میکنیم و قسمت هیجان انگیز ویش زدن و باخت 100% همه بچه‌ها. البته نه، خدایش توی سرور ما اکثرا همه میبرن، خیلی کم پیش میاد کسی توی ویش استریم لایوی که توی دیسکورد میذاریم ببازه. دیگه حرفی نمیزنم و بریم و ادامه داستان داشته باشیم با توضیحات کامل آنیتا راجع به ویش استریم. هلو گایز، خوش اومدین به استریم. امروز میخواییم راجع به ناهیدا و نیلو صحبت کنیم. اول میاییم راجع به ناهیدا که آرکانمون رو حرف میزنیم، بعد میریم نیلو رو جمع کنیم. یه توضیح مختصر و مفید میخوام کلن بهتون بدم که ناهیدا چیه، چی کار میکنه، رولش چیه، چی باید روش بیلد کنیم. بعدن اطلاعات کامل و تکمیلی رو میتونین از اینستامون یا از یوتیوبمون ببینین یا بیان که کلن تو دیسکورد از خودمون بپرسین. خب ناهیدا کلن چیکار است، چیکار میکنه؟ خب همه تون میدونین که همه آرکانا یه رول بیشتر ساپورتیو دارن و تو اون رول خودشون اگر بهترین نباشن یکی از بهترین ها هن. ناهیدا هم در واقع توی دندرو ریاکشن ها و دندرو درایو کردن شاید بهترین باشه تا الان. اینکه حالا بعدن چی خواهد بود نمیتونیم نظری بدیم، ولی الان بهترینه. ناهیدا کتلیس یوزره که الان هم میبینیم و پن خودش این و کلن روی ایم باید روش کار کنیم. یعنی روی ناهیدا وقتی شما میخواییم بیلد بکنین ایمتون خیلی مهمه. حالا دلیلش رو میرسیم بهش، چون تو پسیوش هست، هر چقدر این عدد ایم بالاتر باشه اونقدر بهتره، ولی خب اتک هم میخواد، کریت ریت و کریت دمج هم تا حدودی میخواد، ولی کریت دمج رو بیشتر از کریت ریت که اونم برمیگرده به پسیوش. اول میریم وارد تالنتاش میشیم. تالنتای نرمالش کار خاصی نمیکنن، فقط چند تا نرمال دمیج میزنن. دندرو که برای درایورها، یعنی کسایی که مثلا میخوان ریاکشن درایو بکنن خوبه، ولی دمیج زیادی خودش نمیده، مولتی پلیرش کمه. اسکیلش چجوریه؟ مهمترین قسمت کیت ناهیدا اسکیلشه. اسکیلش که همینجوری میبینیم دو تا حالت داره، هم یه دونه هولد داره هم یه دونه تپ. زمانی که تپ رو میزنیم یه ای او ای این اطرافش میاد یه دندرو اپلیکیشن انجام میده و زمانی که هولدش میکنین شما خودتون میتونین کل سفر رو بچرخونین. مثلا اینجا این انمی ها هستن، شما میتونین جوری بگیرین تا هر جا که بخواین بچرخونین و انمی ها رو میاد به هم لینک میکنه و شما وقتی بیاین یه ریاکشنی بزنین که با دندرو در واقع المنتی بزنین که ریاکشن بده به همه انمی ها این دمیج رو میده و یه حالت ایوی خیلی خیلی خوبی داره. نز اسکیلشه که اسکیلش میبینین که با المنتال مستری و با اتک بالا میره، ولی خب میبینین که ملتیپلایر المنتال مستری از اتک بیشتره، پس اهمیت ایم خصوصا که کلن ریاکشنای دندرو با ایم بالا میرن بیشتر میشه. خب برستش چی کار میکنه؟ برستش برخلاف برست بقیه آرکان ها دمیج خاصی خودش نمیده و فقط برای باف کردن اسکیلشه. شما وقتی برست ناهیدا رو میزنین یه این حالت مسجد مانند رو درست میکنه که ایویش خیلی زیاده و هر کرکتری که توی مسجد باشه باف میشه، هم المنتال مستریش بالا میره که اون به پسیوش برمیگرده،
همم یه چند تا باف دیگه به اسکیلش میده. ما گفتیم که اسکیلش وقتی که با المنت هایی که با دندرو ریاکشن میدن خب اکتیو میشه، ترای کارما اسمش. این میاد میگه اگر کاراکترات المنت هاشون مختلف باشه باف های مختلفی میگیره اسکیلت. اگر پایرو باشه میای دمج بونس میگیری، یعنی دمجت بیشتر میشه. اگر الکترو باشه این ترای کارمات اکتیو شدنش اینتروالش کمتر میشه، یعنی تون تون فعال میشه. و اگر هایدرو باشه مدت زمان بیشتر میشه. و میبینی که دو تا حالت داره، یه دونه یک کاراکتر، یه دونه دو کاراکتر. و زمانی که شما یک کاراکتر داشته باشین خب باف کمتری میگیریم، ولی این دو کاراکتر اینجوری نیست که خب شما فکر کنید من چجوری وقتی میتونم کلن سه تا کاراکتر داشته باشم همه این بافا رو بگیرم. اینم به کانس یکش برمیگرده که کانساشو حالا توضیح میدیم، ولی کانس یکش اینجوریه که میگه شما در واقع هر تعداد کاراکتری که دارین یه دونه اضافه تر میگیریم بافشو، و واسه همین شما میتونین یه دونه کاراکتر داشته باشین ولی دو تا باف بگیرین. میایم به پسیواش میرسیم. این پسیو اولش میگه که زمانی که شما میایین این برست ناهیدا رو میزنین 25% از المنتال مستری کاراکتری که تو تیمتون بیشترین المنتال مستری رو داره، که این میتونه خود ناهیدا باشه، میتونه کازوها باشه، هر کس دیگه، میاد 25%شو میده به کاراکتری که توی اون مسجده الان اکتیوه. و ماکسیموم مقداری هم که میتونین المنتال مستری اینجوری بگیرین 250 تاست. بعد پسیو بعدیش چی میگه؟ دلیلی که گفتم کریت دمیج بیشتر از کریت ریت مهمه اینه که زمانی که شما المنتال مستریتون بیشتر از 200 باشه، هر مقدارش حدود 0.1%، یعنی همون 0.1% بونس دمیج میده و 0.03% کریت ریت. یعنی چی؟ یعنی شما ماکسیموم میتونین 80% بونس دمیج و 24% کریت ریت بگیرین زمانی که المنتال مسترتون به 1000 و بیشتر برسه. ولی خب دیگه بیشترش حالا خیلی مهم نیست، همون اطراف 1000 بتونین نگه دارین، میتونین حدودا 24% کریت ریت و بونس دمیج بگیرین. پسیو بعدیش هم اینه، این حدودا یعنی نظیر 800 و به بالا. بعد این یکی پسیوش چیه؟ اینم میگه که شما اسکیل ناهیدا رو که استفاده کنین، حالا با اینایی که رو زمین ریخته نمیشه، ولی اگه گل و مل و اینا اطراف باشه این اسکیل رو بزنین، اینا رو از دور جمع میکنه و باعث میشه که تو اوورورلد باش بتونین راحت تر هاربست کنین. نیلو رقاص ایرانیمون، اولین در واقع کرکتری که واقعا دیگه پرژنه و من خودم خیلی دوستش دارم، خیلی خوشحالم که بالاخره گرفتمش. و خب رولش چیه؟ نیلو زمانی که اول اومد خیلی هیت گرفت به خاطر اینکه یه پسیو خیلی ریستریکتیوی داره و شما هر تیمی، یعنی میتونین تیم ببرین باشا، ولی اگر میخواین یه پلیستالی خاصی داشته باشین فقط هایدرو و دندرو باید تو تیمتون باشه. و اون زمان فقط ما دندرو ترابلر و کالیو داشتیم، اصلا ناهیدایی نبود، یایایی نبود، هیچکی نبود، در نتیجه خیلی نمیتونستیم کاراکترهای زیادی باش داشته باشیم، هیت شده بود. و اون موقع هم خب نمیدونستیم دقیقا چجوری کار میکنه، ولی الان ما میتونیم که یکی از کاراکترهای خیلی خیلی قویه، خصوصا برای اینکه بیلد کردنش هم اونقدر سخت نیست. شما رو نیلو نیازی نیست که کلا کریت ببندین برای اینکه کارشو انجام بده، اصلا بیلد کردن خاصی نمیخواد. شما فقط میایین اسکیلشو میزنین، بقیه کارا رو خودش و اون دندروکورهاش انجام میدن. نیلو سورد یوزره و یه حالت دی پی اس ساب دی پی اس، واقعا نمیدونم چی بهش بگم هست، ولی خب کارشو انجام میده. نیلو چی میخواد از شما؟ نیلو اچ پی میخواد. المنتال مسترم تا یه حدودی، چون گاهن خودش میاد در واقع ریاکشن رو تریگر میکنه، تا یه حدودی المنتال مسترم میخواد، ولی چون تو تیم شما ناهیدا دارین، خودش هم یکم المنتال مستری میده، دابل دندرو هم دارین، کلی المنتال مستری میگیره، از اینم خیلی نگران نباشتین. یکم هم ER میخواین که حالا دلیلشون میرسیم. اول بیاییم تلنتاش. اولا که شما لازم نیست اصلا تلنت های نیلو رو بالا بیارین، آنچنان بهش کمکی نمیکنه، ولی اگر بازم میخواین که یه دمیجی خودش بده اصلا نرمالشو کاری نداشته باشین، مگر اینکه بخواین تو تیمای وی پرایز برین. اسکیلش مهمه، بعدش برستش میاد. اسکیلش چی کار میکنه نیلو؟ اسکیلش دو حالت داره. شما اگر این یک دو سه و آخری، اگر این آخریه رو همین اسکیلش رو بزنین، یه حالت هایدروی ای اوی دورش میاد که در واقع اکثر کارش 90% شما قراره اینجوری نیلو رو پلی بدین. و زمانی که این میاد، اگر
دندرو به انمی بخوره و این خودش هم هایدرو داره اپلای میکنه، باعث میشه که دندرو در واقع کورهایی که درست میکنه سوپر بلوم، یه حالت سوپر کور بشن که با بقیه کورها فرق میکنه. علاوه بر این یه حالت دیگه‌ش هم هست، اینه که شما اینو بزنین و بعد بیاین نرمال بزنین. البته مهم آخری است. اینو تیمای ویپرایز میری زمانی که بخوای نیلو رو آن فیلد دی پی اس بکنی، یا مثلا ممکنه ویل باشین، کانس 6 داشته باشین، اینجا میتونین استفاده کنین. ولی خب حالت عادیش اینه که کلا اسکیل بزنین. وقتی اینو میزنین، این بدونین که اسکیل دمیج نمیده، صرفا یه حالت هایدرو اپلیکیشن داره. اپلیکیشنی که داره میاد به پسیوش برمیگرده که خب بهتون توضیح میدیم. برستش چیکار است؟ برستش هم در واقع یه حالت نوک داره. مثلا اگه بخواین تو ویپرایز چیزی استفاده کنین، وقتی برست رو میزنین دو بار هایدرو میزن، یعنی یه بار همون اولش که اون انفجار رو میزنه، یه بارم یه مدت بعدش، یه چند ثانیه بعدش. و میبینین که کاستش هم 70ه، یعنی خیلی پایین هم نیست خیلی بالا هم نیست، واسه همین یه مقدار انرژی ریچارج نیاز داره. ولی خب برستش در واقع قسمت اصلی دمجش نیست، چون ما گفتیم این کورهایی که درست میکنه با اسکیلش میاد. پس ما چرا اصلا از برستش استفاده کنیم؟ به خاطر هایدرو اپلیکیشنشه. ممکنه شما زمانی باشه که اسکیلش رو ندارین یا میخواین سریع اولش هایدرو اپلای کنین، خیلی ایویی بزرگی داره و دو بار در واقع میزنه. واسه همین برست نیلو هم خیلی خوبه سعی کنین تا یه حدودی ER داشته باشه. حالا میریم قسمت اصلیش، یعنی پسیوش. پسیو نیلو اینجوریه که شما زمانی که تو تیمتون یا دندرو یا هایدرو داشته باشین، یعنی انمو نه، پایرو نه، هیچ المنت دیگه نه، وقتی که اینو داشته باشین، اون دندرو کورهایی که نیلو درست میکنه بعد اینکه اسکیلشو زدیم و اون حالت چهار تا دنسشو انجام داد، میاد دندرو کورهای سوپر درست میکنه که هم دمیجشون بالاتره و هم سریع منفجر میشن. چون شما میدونین تو ریاکشن های دندرو وقتی که هایدرو و دندرو با هم ریاکشن بدن، یه کوری درست میکنه که اگر بهش المنت دیگه نزنی یه مدت طول میکشه تا منفجر شه، ولی اینا خیلی سریع منفجر میشن و باعث میشه که در واقع یه حالت کیاتیک خیلی سریع به وجود بیاد. و الان بهتون اینجا میام نشون میدم، مثلا این انمی بدبخت رو پیدا میکنیم. اول میام من اسکیل نیلو رو کلا میزنم. این انمی نبود، خیلی عالی NPC بود بنده خدا. بله روی NPC اومدیم، تلاش کردیم. میایم اینجا، اول من یه دونه بدون اینکه اینو بزنم بهتون نشون میدم که چجوری میشه، چون اینجا خب یه هایدرو دیگه داریم. ببینید این وقتی مثلا ما اینجا دندرو داریم و من هایدرو میزنم بهشون، این کورها درست میشه که اینا یه مدت طول میکشه تا منفجر شن. ببینید خیلی طول میکشه. ولی اگر من بیام نیلو اسکیلشو بزنم و الان دندرو بندازم، اینا خیلی سری منفجر میشن و در واقع یه حالت ایویی خیلی خیلی سریع میده به نیلو. این از پسیوشه. ولی خب باید بدونین، گفتم فقط دندرو و هایدرو، تعدادش مهم نیست، المنت دیگه نمیتونیم بیاریم. پسیو بعدیش چی میگه؟ میگه که شما اگر 30 کا HP روی نیلو دارین، هر 1000 تا بعد این 30 کایی که میگیرین بهتون 9% در واقع این باونتیفول کور هاتون رو دمجش رو بالا میبره و ماکسیمومی که میتونین بگیرین 400%. یعنی چی؟ یعنی شما ماکس HP که نیاز دارین که بتونین از این پسیو استفاده کنین 74 کا HPه. اگر به اون برسین دیگه کلن این پسیو رو اکتیف کردین. ولی خب اینم به این راحتی نیست، وپن خودش رو حتما نیاز داریم، برای اینکه ما وپن 4 ستاره‌ای نداریم که به ما HP بده. اگر وپن خودش رو بتونیم بگیرین، خیلی با وپنهای دیگه فرق میکنه، خیلی جلوتره. حالا شاید توی فانتین وپنهای 4 ستاره بیاد که به ما HP بده، ولی اگر اینو نداریم، وپنهای دیگه صرفا خوبن، قابل استفادن، بستین سلات نمیشن. یه وپنهای دیگه که میتونیم راجع بهشون صحبت کنیم که بازم به درد میخوره، مثلا جید کاتره که HP هم میده تو پسیوش، یا هم وپنهای 4 ستاره المنتال مستری مثل زایفوس، مثل وپنهای کرافتی مثل آیرن استینگ، که اینا آره. تا الان چیز چنده؟ پیتی من چنده؟ من چرا تعداد میشتم کمه؟ 124 تا چرا؟ آخه دلم برات سوخت. آخه اسکم شدی؟ یه لحظه امیر چیز سالایی که خیلی کمتر بودن؟ امیر پاسخگو باش. من چند تا میش داشتم؟ 124 تا.
میفهمی. یه دقیقه بی رو بزن ببین سلاحی چیزی اضافه نشده باشه این تو. ویشا تو کردم. منظور بزن دیگه. آره تو داری بهونه در میاری. اینکه زیاده تو با 40 تا اونا رو گرفتی. تو که کلا 60 تاشون رو بیشتر نیاز نداری. بیشتر نه کن کوکی الان مثلا شروع نشده. لیلا بگی لیلا بگی لیلا. یا ساکریفیشالش هم اوکی شد. نکش هم اومد. آره بید نکن میبینی؟ انا نایدا میده. آنی چرا دست به لیلا زدی؟ بیا لیلا. آنی لیلا بد میگیریش. دست به کوکیش ولی خوبه. با لیلا نمیخوام. با لیلا لجه. بیا فقط لیلا و کوکی دارم میگیرم. الان دوری میاد. دویم که گفتم. ایزی. جینکستید آنی تا. خب خب وایست. وایست. وایستا. 50-50 یا گارانتیه؟ چی نباش. چی نباش. چی نباش. 50-50 یا کوکیشو که گرفت دیلوکه. آه ناهیده چیز شبیه دیلوک بودون اسپلش اولش. چیچیه تحقیقی افتاده. آره بابا ماسک زده. چیچیه دندروه. چرا داری ادامه میدی؟ میخوای کانس بگیری؟ اگه بیاد بازی بدی رو میخوای با هم شروع کنی آنیتا. خب همین اینم از ناهیدامون. آقا نفر بعدی که داره میاد ویش بزنه شیسویه. صدا نداری؟ 24 تا ویش فقط. خب این که ایچی لیلا بقیه هم ویش میزنن لیلو میگیرن من لبخند میزنم. اصلا حس خوبیه فضاییه دوست ستاره ای. برم استارگلیترا رو بزنم امبر کانسپن بگیرم. آقا بچه اونایی که ویشاشون تعدادشون زیاده بالای 80 تا 70 تا اینو دارن بیان یکی یکی سری ویشا رو بزنن. یعنی اونایی که تعداد کمی دارن دیگه زیاد وقت تلف نشه. خب من 300 تا که تعداد کمی دارم فاقد اهمیت. منو تو وای میسیم آخر سر میزنیم عرفان. بخوایم ما شروع کنیم اینا بعد بشینن تا صبح. آره. عرفان تو مگه نمیخواستی یولا بگیری؟ چی شد؟ خب اگه من گفت برم آرکان هایج رو بگیرم. آره ظرفش کردم. من گفتم خب یولام همه الان داره میلیونی میزنه حقیقتاً چرا برم کانس 6 بگیرم. ارفان ارفان چی کارت باید بکنن الان بری رو نیلویش بزنی؟ اصلا چی کار باید مثلا بشه؟ یوزر پس اکانتشو ببر میدارم شب. نه گوش کن رضا ای 5000 شد. به به نایس نری من خودت ویشاتو زدی. منم دیگه اکانت خودمه. اکانت خودش یه ویش زدی؟ الان میخوام بزنم تازه چیز خواسته. من نمی 60 دارم چیزی نیست. بزن فقط یا اب الفا همه 60 دارم اصلا مهم نی. حالا شد 311 تا. خیلی اتفاق خاصی نیفتاده به نظرم. نه بچه‌ها. الان نویدا فقط کانس 6 میشه. آقا این فکر کنم نمیدونم. چیزی نیست. فردا مهمونیم تو این استدیو. چیزی نیست. چی شده؟ تا فردا نه تا فردا که اوکیه. چیزی نیست. اینو 27 پیتی 27. شروع کنم این بازی کثیفو یا نه؟ بزن گارانتی نیست که 50-50 نه با 50 آره دیگه 50-50 دوتا واندره پشت هم گرفتم. نه 27 هم خب 37 دوری داد. خب نباید میداد دومیده خدا دوتا چی پشت سم نه این 47 سکریفیشال مرسی یه دیده ویش ندارم این 57 خب این 67 لایلا این 77 خب
اینجا میاد، اینجا میخواد بیاد. ببین الان 66 چند بود؟ وایس یه دقیقه اجازه بده. 67 این 68 69 70 71 72 دیلوکه دیلو 73 74 کوکی 75 هم که هیچی 70 خود 77 بود. آقا نمیخوام بزنم کلیک نمیکنم. آقا به سلطان 50-50 برد. آره دیگه خداحافظ دیگه. خب بریم سلاح. اینجا من کار دارم هنوز، کجا خداحافظ. خب این نمیدونم پیتیش چنده، میزنیم پیتیش دیگه نیست توی استوری. این ده تا چی؟ نه وپن همه رو میخوام. وپن بود اینو گذاشتم. خب این 20 این 30 تا ای آخ چن از اینا این 40 تا سارا 80 رو میگیره 80 این 50 تا نه اولیش میزه ای دوباره شمشی این 60 تا اومد بیرون بذار. خب نه اینا ایسکامو کردن. آقا ریفاین 3 شانست بدی داری می نوازی تا داد خوب داشت من نوازی 61 62 63 64 65 66 جید نه واقعا جید اشمام دیدی گفتم 67 ریفاین 4 68 69 70 این بدن خب 5 تا الان داریم اوکی این ده یعنی میشه 15 25 الان 5 شد دیگه 35 الان یکی دیگه هم داریم میریم ریفاین 5 کنیم 45 شیانگلینگ واقعا این چیه؟ یعنی چی؟ ما شیانلینگ هم کانس یکه بمبالش هم 55 65 اومد بیرون میلنگ. خب میشه کتاب باشی؟ الان بباز 55 میخوام ببازه یعنی 55 رو به کار نه میگم به 55 چیزه ببازم نه گارانتی الان خب میدونم گارانتی هم سلاح چیزو بگیرم ناهیدو بگیرم به جای نیجا آره آه گرفت توفت میزنم چقدر خوششانسی نه خوششانس هم ناراحت شدم دیگه میدونی چون که الان ممکنه تا ابد و در بخوایم اینجا باشیم آره دیگه اون چیزت هم رفت پوینتت هم اپنگ رفت همون دیگه اگر لوز میشد فقط کافی بود یه بار دیگه پی تی پور کنم حالت زبدری ایناش زبدریش اینطوریه که یا دو سر برده یا دو سر باخته خب ولی تو حالت ببین مثلا یه ویپنی ها انتخاب ببین آکن بذار من توضیح بدم اینجوری او. الان مثلا همین حالتی که اینجا بود من اومدم شمشیر رو انتخاب کردم اگه من اینجا 50-50 که خب وین میشه دیگه چون که من جید پرمردیال جید گرفتم 50-50 پس یکی از این دوتاه حالا اگه اینجا اونی که اینو انتخاب کردم نباشه کاملا برده چرا چون اینو میگیری دوتات هم پر شده یه پیتی پر میکنه اون یکی رو میگیری الان این حالت نیست ولی بریم ببینیم خدا بزرگه الان صفرم دیگه خب ده تا ریزور این خیلی خنده دار بودی واقعا واقعا ریزور یکی از کمیلاترین چهار ستاره ببین چقدر داره استرینگلس میده what the fuck سی تا سکروفیشا بده یکاش به من واقعا با 40 تا دبن ای کندس هم نداشتم 50 تا اه؟ آره اصلا چطور کندس نداشتی؟ چون نداشتم 60 تا بده دیگه یه حتما بعد اه این هم نداشتم دست در نکن پراید داد من خودم جت هواپیما دارم واقعا نیازی به پراید نبود خب
ببینیم چی میده. لطفا پلیز عذیت میکنه. یکی دو تا. او مای گاد او مای گاد وای رفه دو. دیدین الان خیلی داره اذیت میکنه. نه که اذیت میکنه. الان به نکته چیه؟ اینو من نبرم 50-50 شو یه دور دیگه باید اینو پر کنم چون اینم پر میشه دیگه هیچی دیگه. حالا دیگه ویشت میگیره اصلا زیر پیتی بده بزن من تو تونتون بزنم بره. چند تا میشه دیگه داری؟ چند تا میشه دیگه داری؟ چند مات تبدیلاتی هم زیاد داریم الان بزنیم تبدیل کنیم. میرفت نیلو میدادی ها؟ لعنت بهش. نیلو دارم اصلا نبین نبین طلایی شده یا نظر نیلو رو دارم. خوبه نیلو داری سلاح خیلی بخارد اصلا. آره. این دفعه نگاه نکن نریمون نظرت چیه همینطوری موافقم تون تون میزنیم حالا بزنم چون هر دفعه نگاه کردیم ضرر شد. این دفعه نگاه نکنیم شاید نه نشد لعنت خانتا هم بره بخاری خطر شد وای سی تا پرک آه مشکل خواسته نره سی تا میشه تا آخر چیز اوکی میشه اینم میگیریم دیگه. آره خب دوستان بالاخره رسیدیم به آخر یکی دیگه از ویدیوهای کانال و امیدوارم بی نهایت از این ویدیو لذت برده باشین. اگه دوست دارین توی ویش استریم بعدی همراه ما باشین حتما 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 توی دیسکورد ما جوین شین. لینکش داخل لینک هایی که زیر گذاشتم هست و میتونید بیاین داخل دیسکورد و کلی اونجا اوقات خوب و خوشی رو با دوستاتون بگذرونین، هم بازی پیدا کنین، سوالی داشتین بپرسین و هر چیز دیگه ای. مخصوصا هم ویش استریم ها و حالا ایونت هایی که دور هم میذاریم رو میتونین اونجا بی نهایت استفاده کنین. دیگه حرف خاصی باقی نمیمونه تا دوری دیگه. همه شما رو بارکان های بزرگ میسپارم. بدرود.